سلام امیدوارم حالتون فوق العاده عالی و درجه یک باشه و هر جا هستین لبتون خندون تنتون سالم و سرشار از انرژی مثبت باشین لطفا ادامه این ویدیو رو با انرژی زیاد همراه من باشین میخوام در مورد مبحث فوندها ها صحبت بکنم بحث فوندها اگه بخوام با جزئیات زیاد بررسیش کنم مثل بکراند ها که توی چند جلسه با جزئیات بررسی کردم واسطون این هم چند جلسه آموزشی نیاز داره که با جزئیات زیاد بررسیش کنیم اما توی این جلسه فقط در حدی در مورد فونت ها صحبت می که توی قسمت بعدی که میخوام مینی پروژه چهارم رو شروع بکنم بتونیم از این توضیحات توی اون مینی پروژه استفاده بکنیم و از فونت دلخواهمون توی مینی پروژه استفاده بکنیم بعد از اینکه مینی پروژه رو به اتمام رسوندیم ادامه مبحث فونت‌ها رو با جزئیات زیاد واسهتون بررسی میکنم خب بچه ها همه ما روی لپتاپمون روی کامپیوترمون روی سیستممون یه سری فونت نصب شده از کجا میتونیم به این فونت ها دسترسی داشته باشیم من الان دارم از ویندوز 10 استفاده میکنم اینجا توی قسمت سرچ کافیه بنویسم فونت و وارد این پوشه بشم فونت که زیرش هم نوشته کنترل پنل خب اینا فونت هایی هستش که روی لپتاپ من نصب شده شما ممکنه این فونت ها رو نداشته باشین یا یه سریاش رو شما داشته باشین که من نداشته باشم حالا میخوایم ببینیم چطوری میتونیم از فونت دلخواهمون استفاده بکنیم یه سری مفاهیم رو هم قراره توی این قسمت و هم یادآوری کنیم بچه ها ساختار پوشه بندی این جلسه رو دقت کنید قسمت شستم هستیم من یه پوشه ساختم به اسم شست داخلش یه پوشه ساختم به اسم CSS که داخل اون پوشه یک فایل به اسم style.css وجود داره یه پوشه دیگه هم دارم به اسم fonts که داخلش دو تا فونت وجود داره در اصل یک فونت وجود داره با دو تا فرمت مختلف lalazar.ttf lalazar.woff یا همون woof اینا دو تا فرمت فونت هستند اگه یادتون باشه جلسه های ابتدایی دوره گفتم فایل ها فرمت های مختلفی دارن مثلا آهنگ ها فرمتشون دات .mp3 هست ویدیو ها مثلا فرمتشون دات .mp4 هست کتاب های الکترونیکی فرمتشون دات .pdf هست فونت ها هم فرمت های مختلفی دارن مثل TTF مثل EOT مثل ووف و غیره لینک دانلود این دوتا فونت رو من توی کپشن ویدیو واسطون میذارم که اگه خواستید دانلودش کنید خب یه فایل index.html هم داریم که کودهای html مون رو قراره اینجا بنویسیم خب این کودهای html منه توی قدم اول میخوام اینو لینکش کنم به فایل CSSی که داخل پوشه CSS وجود داره پس اینجا توی قسمت هد کافیه بنویسم لینک و کلید تب رو فشار بدم تا پلاگین ایمت خودش بقیهش رو کنترل کنه خب بچه ها اینجا بحث آدرس دی ها داره مرور میشه واسمون ببینید ما الان توی فایل index.html هستیم یعنی اینجاییم خب میخوایم لینک بدیم به فایلی که داخل پوشه CSS هست فایل index.html و پوشه CSS توی یک مسیر هستن هر دوتاشون داخل پوشهی به اسم شست قرار گرفتن خب توی یک مسیرن در کنار هم پس اینجا توی قسمت اشرف میگم برو توی پوشه css css الان رفتیم داخل پوشه css وارد پوشه css شدیم و میخوایم فایل style.css رو انتخاب کنیم پس کافیه در ادامه بنویسیم style.css الان این صفحه HTMLمون مون فایل index.html لینک شد به فایل css مون خب اینجا هم یه دونه تگ پاراگراف داریم حالا میخوایم یه سری استایل بهش بدیم پس من این فایل استایل.css رو باز میکنم و شروع میکنم به نوشتن استایل هام میام تگ پی رو انتخاب میکنم میگم مثلا فونت سایزش یه مقدار بزرگترش کنیم مثلا بشه 80 پیکسل خب میبینید که بزرگتر شد حالا اگه بخوام از یک فونت دلخوا استفاده کنم مثلا میگم فونت فمیلی، ببینید پراپرتی فونت فامیلی رو می و بعد اسم فونت رو مثلا میگم میخوام از فونت تا استفاده کنم می بینید که فونت داره تغییر میکنه من روی سیستمم یه سری فونت نصب هست روی لپتاپم یه سری فونت نصبه میتونم اینجا به جای این تا هما اسم فونت دلخواهم که روی سیستمم نصب هست رو بنویسم مثلا من یه فونت لالزار دارم توی سیستمم. هم می لال زار. خب ببینید اینجا فونت تغییر کرد و به این صورت در اومد مثلا من فونت نستعلیق رو روی سیستم من نصب دارم اسمش اینه ایران نستعلیق میبینید که فونت تغییر کرد به فونت نستعلیق خب حالا یه سوالی پیش میاد بچه ها اگه من به این صورت بنویسم مثلا اینجا بنویسم لالزار و این صفحه وبی که ساختم رو روی اینترنت منتشرش بکنم اگه شمایی که دارید میاید این صفحه رو میبینید فونت لالزار روی کامپیوترتون روی سیستمتون نصب باشه این فونت به درستی واسه شما نمایش داده میشه اما اگه شخصی بیاد وارد وبسایت من بشه و فونت لالزار روی سیستمش نصب نباشه فرمت فونت به هم میریزه فونت لالزاری که من استفاده کردم رو نمیتونه ببینه پس تا الان متوجه شدیم که اگه بخوایم از فونت دلخواهی استفاده بکنیم توی وبمون این روش درستش نیست یعنی که اون فونت روی سیستم ما نصب باشه کفایت نمیکنه. باید یه کاری بکنیم که اگه کسی وارد وبسایت ما شد و اون فونت روی سیستمش نصب نبود هم بتونه اون فونت رو به درستی مشاهده بکنه کاری که انجام میدیم این هستش که از فونت فیس ها استفاده میکنیم به چه صورت بچه ها میام توی فایل CSS مون که الان داخلش هستم و اینجا می نویسم add sign font dash face اکولاد باز بسته پس چی شد میاد می نویسید add sign font به این میگیم dash یا همون خط تیره add sign font dash face و اکولاد باز بسته حالا این وسط یه سری چیزا باید بنویسیم اولیش اینه که می نویسیم فونت داش فامیلی دو نقطه اینجا اسم فونت رو می نویسیم بچه ها. پراپرتی فونت داش فامیلی اسم فونت رو مشخص میکنه؟ اسم دلخواه هر اسمی مثلا من می اسمش اسمشو بذارم میلاد اسم فونتی که می استفاده کنم و می بذارم میلاد و در انتها هم علامت سمیکالن رو میذاریم. میریم خط بعدی می نویسیم SRC SRC مخفف سورسه یعنی منبع اون فونت رو باید مشخص کنیم دو نقطه میذاریم مینویسیم نویسیم URL پرانتز باز بسته و اینجا آدرس اون فونت رو مینویسیم خب دوباره به بحث آدرس دی ها دقت کنید الان ما داخل فایل style.css هستیم که داخل پوشه css هست میخوایم بریم توی پوشه فونتس و از این دوتا فونت استفاده کنیم فونت لالزار دات تی تی اف لالزار دات ووف خب باید چی کار کنیم؟ باید یه پوشه برگردیم عقب ببینید ما الان اینجاییم توی فایل استایل دات سی اس اس هستیم که توی پوشه ی سی اس اس هست اگه یه پوشه برگردیم عقب میایم توی پوشه ی شست و از اونجا میتونیم وارد پوشه فوندس فونتس بشیم و این فایل ها رو انتخاب کنیم خب این برگشت به عقب رو چطور انجام میدیم؟ اولا که اینجا علامت دابل کوتیشن میذارم توی قسمت یو آر اگه بنویسم دو نقطه اسلش به این معنی هست که یک پوشه برگشتم عقب اینا رو توی قسمت اگه اشتباه نکنم یازدهم دوره که در مورد آدرس دی ها توضیح دادم مفصل توضیح دادم دو نقطه اسلش به معنی این هست که یک پوشه از اون جایی که قرار داریم برمیگردیم عقب خب ما الان توی پوشه CSS هستیم یه پوشه برگردیم عقب میایم توی پوشه 60 یه بار دیگه میگم یه بار دیگه میگم دقت کنید ببینید بچه ها اینجا قرار هست آدرس فونت رو مشخص کنیم ما الان توی پوشه CSS هستیم باید یه پوشه برگردیم عقب که بیایم توی پوشه 60 پس می نویسم دو نقطه اسلش الان یه پوشه برگشتم عقب اومدم توی پوشه 60 حالا میتونم وارد پوشه فونتس بشم می نویسم فونت/ اسلش الان وارد پوشه فونت شدم خب دو تا فایل توی پوشه فونت وجود داره lalazar.ttf lalazar.woof خب می نویسم lalazar.ttf خب در ادامهش می نویسم فرمت و سینگل کت میذارم دوتا این وسط فرمت فونت رو می نویسم بچه ها این TTF مخفف True تایپ Font هست حالا در مورد اینا مفصل توضیح میدم و بعدا فعلا خیلی وارد جزئیات نمیشم مفصلا بدن در مورد فونتا صحبت میکنم پس اینجا می نویسم ترو تایپ و یه دونه علامت کاما میذارم دوباره اینجا می نویسم URL پرانتز باز بسته دو تا سینگل کد میخوام این لالزار دات ووف رو انتخاب کنم پس یه پوشه برمی گردیم عقب میریم توی پوشه یه فونت. لالزار دات ووف اینجا می نویسم فرمت و می نویسم فرمتش ووف هست و در انتها علامت سمیکالن رو قرار میدم. خب الان ما چیکار کردیم؟ اومدیم یک فونتی رو تعریف کردیم به اسم میلاد که در اصل همون فونت لالزار هست خب ولی من اسمش رو گذاشتم میلاد اسم دلخواه دیگه هر اسمی میخوام روش میذارم حالا کافیه بیام به اون پی بگم که تو فونت فامیلیت میلاده ببینید فونت لالزار اعمال شد روش حالا به جای میلاد مثلا همون لالزار میتونیم بنویسیم اینجا هم بعد به جای میلاد بنویسم لالزار میبینید که فونت لالزار اعمال شد خب الان چه اتفاقی افتاده؟ الان دیگه اون کاربری که وارد وبسایت ما میشه مهم نیست واسه ما که فونت لالزار روی سیستمش نصب هست یا نه چون ما از اینجا فونت لالزار رو داریم اعمال میکنیم و هر کسی که وارد وبسایت ما بشه به درستی فونت لالزار رو مشاهده میکنه خب بچه ها توی قسمت بعدی که مینی پروژه چهارم رو با همدیگه استارت میزنیم تراهیش رو من توی یه قسمتیش اومدم از فونت لالزار استفاده کردم به خاطر همین ترجیح دادم که توی یک جلسه جداگونه قبل از شروع مینی پروژه چارم بهتون بگم که شیوه اعمال فونت به چه صورت هست ما توی قسمت بعدی از این تکه کد استفاده می کنیم. بازم میگم بحث فوندها ها خیلی گسترده است باید وارد جزئیاتش بشم توی این جلسه فقط در اون حدی که توی قسمت بعد بهش نیاز داشتیم رو توضیح دادم و بعد از انجام مینی پروژه مفصلا در مورد فونت ها در مورد فرمت های مختلفش و کلا هر چیزی که مربوط به فونت ها هست توضیحات کامل و جامع رو خدمتتون عرض میکنم امیدوارم این جلسه مورد توجهتون قرار گرفته باشه جلسه بعدی انشالله مینی پروژه رو با همدیگه استارت میزنیم موفق باشین خدا نگهدار